What a beautiful cue on this. Mistimed lunge there. Shoot, we're going to be stopped. That was a 2-year دروازه نمیره. روز کشان از کنار دروازه میره یه بیرون بعد رونالدو زبر میزنه توی دروازه کرده قبلش آفساید را شده و این گل قبول بشه و حالا لیونل میسی ضربش میزنه توی دروازه میره ولی این گل مردوده به خاطر اینکه قبل سوال از خطا انجام بوده روی مدافع حریف و بازی از همون شکوف خانم رازی از مستر علی رازی؟ بله خیلی عالیه. این چوبه رو هایل کردم برات. واقعا کارتون درسته شما. این الان 17 ریش زلزله بیایه این تیکون نمیخوره. ممنونم آقا کنس. مگه اینکه خودت تیکونش بدی. مهندستاز ها. دست رو در نکنه. آقا قدرت. آقا قدرت. قدرتی بابا. بله بابا جون. بیا بابا جون. بیا این بازیکن ها رو گرم کردم. این بر شما روشن کرده بودم. بیا بابا. یه بازیتی بکن. من که اصلا حوصله این بازی ها ندارم. بیا ممنون بابا من درس دارم بله همین دارم میگم بی بازی بکن به خاطر اینکه درس داری مقدار روحیت عوض بشه حس و حالت خوب بشه تمدد اعصاب پیدا بکنی که این درست بچسبه اصلا بیا چیزی من میشینم پیشت اصلا با اینکه من خوشم نمیاد حوصله ندارم منم میشینم پیشت هندو بده من برزیل خودت بردار که چکی پر بشیم بریم پیشنهاد خوبیه ولی متاسفانه درس دارم ببین بابا ببین من علارغم میل باطنی من الان اینجا نشستم به خاطر شما اینجایم و یا نه الان من هزار رقم کار دارم میگم میخوای بمشینم بازی بیا بکن درسم خیلی زیاده پدر جون وگرنه من نظر و عقیده شما کاملا موافقم اصلا بابا جان بیا سه هیچ به نفع تو اون دست خرابه رو من ور میدارم بیا بابا این دست سال مرتو بگیر این دست خرابه زشته مال من بیا بازی بکنیم دیگه منم میگم من به خاطر تو الان اینجایم پیشنهاد وسواس برانگیزی بود ولی من درس دارم برو درسی بخون ببینم برو درسی بخون حالی منو به هم زدی نبینم به شکل ماه تو برو ببینم برو ببینم اه 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 همش تقصیر منو به فکر زن بچه و خانواده اینا آیم الهی قربونتون برن که اینقدر خانواده دوستی نه آخه اصلا آدم میرسه به هم بچه تو این سن دو سال باید زمان داشته باشه باید به مغزش بخوره آره چقدر به این بچه ها درس مخش میگن با اعصاب خودتون رو خرد نکنید دیگه شما همه مثل شما که باهوش نیستن آدم های معمولی باید بیشتر به درس و مشقشون برسن بله بالاخره شما هم دارید درس مخش بخونید بله سوال چیز داشته بپرسا بله اتفاقا یه سوالی دارم میخواستم بپرسم اگه اجازه بدین بزنید سوال پیدا کنم آهن تو پوسته زمین بیشتره یا تو گوشته یا تو هسته آهن که خوب تو گوشته میشه بنویسم یادداشت بردارم مرقوم بفرمایید بله خواهش میکنم آهن تو گوشته تو گوشته البته شما الان یه ذره عدس هم که بار بذاری میگن آهن داره عدس بله نن آقا خدا بیامرز ما هم میگو نن آقا رو یادداشت کنم بالاخره ما منبع رو بدونیم قطعا بهتره بله. میفرمودن ایشون که در اسفناج هم سرشار از آهن میباشد مخصوصا ماست برونی ماست برون برونی بله و چیز این نرگسی هستش این تخم مرغ و نرگسی تو بله. میفرزن اونا میگن آهن درش هست ممنونم دست شما درد نکنه اگه سوال داشتم بازم ازتون میپرسم بابا نوشتم بپرس مشکل نداره مشکل ولی فقط اینو بدون خانمم میدونی اینا همش نتیجه سالها مطالعه و تحقیقات میا شما حلال همه مشکلات بله. همه بار زندگی رو دوش شماست بله. میدونی من هر چی فکر میکنم هر چی دارم از شما دارم بله. دیگه بلند شم من تلفن برمیدارم شما داری درس بخونی من برمیدارم من دیگه بلند شدم نه نه خواهش من دیگه الان وردارم خواهش من یعنی الان هر اقدامی بکنم برای برداشتن تلفن برداشتیم نه خانم تلفن برداشتیم بله بله سلام علیکم شما آقای فارابی خوب هستی؟
بله بله خواهش میکنم، اختیار دارین. بله هستن. گوشی حضورتون باشه. بله بله خواهش میکنم. گوشی فالابی. الو بام سلام عرصیم جناب فالابی، مخلص با ما، متعلقین متعلقات عزیزان همه خوب هم قربان شما برم سلام رسونن. بله روی چه دارم آقا شایش نیم داره میایه چیکی؟ یعنی الان تو رو از قدمشون سر چشم ماست نوکر و خیالتون راحت تمدید میشه، همه هم تمدید میشه. بله هر کی هم بخواد بره ما قطعا جایگزین میکنیم، مشکلی نیست. مخلص شما هم قربان شما برم. بله 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 منتظر چشم را شدیم. قربان شما. خدا حافظ خدا حافظ. یعنی خاک بر سر من شد دور از اون چشم. یعنی ببین دو پام پیش ما الان مره خاک بری بری بر سر من دور از اون. یعنی من الان نابود چشم. چی شده؟ چی شده؟ کامیار داره میای اینجا برای تمدید قرارداد همسایه‌ها. خب میاد چه اشکالی داره؟ خانم هر نیومده من دلشوره و دلغشی گرفتم. بابا شما که خبر نداری. بابا این فردا داره میایه. خب بیاد. خب اشکالی نداره که هیچی. تاماز دوباره صدای ما در اومد. شما برو اش دو دقیقه نمیشینی ور دل من یه پلی استیشن ما با هم بازی بکنیم. برو دست بخو ببینم. برو. برو مامان جان برو. برو. خب چرا خود عصبی میکنی؟ خانم شما که اطلاع نداری. بگو به من چی شده. اون سر دنیا الان فکر کنه قراردادای اینا مسکونیه. نمیدونه تجاری من 2000 بالاتر بستم قراردادای اینا که میره جیب ما من هزینه بکنم برای تو و زن و بچه زندگی. عزیز من به همسایا میگه تجاری نیست آقا. میگم تجاری نیست. اینا هم قبول کردن. ما گفتیم تجاری نیست. اینا هم قبول کردن. خب راستشو بگو. خب بابا من درسم تموم شد. حالا بازی کنیم. الان وقت بازی کردنه؟ الان وقت با خانم جلوی من نمیگیری یا خواهش خواهش نه 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 من دسته این نکردم تو حلقه نزن بچه رو خواهش میکنم. ماشین هاچبک اگه ارتفاعشو کم کنی تو پیچ و خم هیچ اتفاقی برش نمیاد. اتفاقا من فکر میکنم که درست‌ترین کار اینه که نه ارتفاعشو خیلی بالا ببریم نه خیلی پایین، اینجوری تعادلش هم برقرار میشه. دقت نمیکنی دیگه. به چی؟ این لاستیکا از جنس نرم درست شده. تو یوبلس. بله صابون منزل تشریف دارین؟ بیا مرتا تو دروازه بیا. یا الله بیا بیا حالا صحبت میکنیم در این مورد با هم. سلام سلام داداشم من مزاحمت شدم. سلام شما خوبین؟ داشتین کار میکردیم؟ نه نه کار به خصوصی نبود، داشتیم بر مبنای داده ها ذهنمون رو کالیبره میکردیم. بله بله کالیبره میکنید پس. خسته نباشین خدا عمرتون. خواهش میکنم. باش من یه زحمتی داشتم برای شما. دوباره یادتونه دفعه قبل اسم کارخونه که پدرم توش کار میکرد رو پیدا کردیم؟ بله بله بله. الان میخوام اعضای هیئت مدیره‌ش هم پیدا کنیم. ببینم خبری از بابام دارن ندارن. کارخونه قند و شکر پیروزکوف درست میگن؟ ماشاءالله شما همه چی خوب یادتون مونده. خب پدر مادر شما خیلی مهمه. من چیزایی رو که خیلی برام مهمه رو یادم میمونه. بله ممنون از شما. واقعا پدر مادرم مهمه. بعد پیداشون کنم دیگه میشه؟ آره بش بش. خب الان من میزنم تو گوگل سرچ کن. واقعا؟ ای خوب شد گفتی. بیا من اولیه. این نفت و گاز گچسارانه. بذار بیام پایین. آه اینه. آره ببین میگه مدیرش پرویز سمسام و دوله بوده. نفرات اصلیش حمید علا، امیر هنرمند، رضا آزوق. خب سرچ کن ببین اسمشون رو سرچ کن دیگه. خب ببین بذار رضا آزوق رو سرچ کنم. ببین میگه رضا آزوق کیوکوشین کار بوده، توی رشته کیوکوشین تزوکا اول شده، 4 بار تو آسیا مازندران قهرمان جهانم بوده. 45 سالش هم هست. 45 سالشه؟ 45 سال که نمیشه. چرا نمیشه؟ نمیشه دیگه. خب چرا زور میگی بهشون؟ فقط یه رضا آزوق که تو دنیا وجود نداره. بله خب راست میگه. اون یکی رو سرچ کنم. ببین این حمید علا تاجر بوده، خب خیلی هم پولدار بودن و اینا، تو دوره قاجار فوت کرده. بله نوشته که از خانواده قدیمی دوره قاجار فوت کرده. خب این دوره قاجار فوت کرده میدین یعنی چی؟ آها ببین آره دیگه، این با یه ضریب احتمال 99% نمیتونه هم دوره پدر تو باشه. پس نمیشون یه درصد برای چی الان؟ احتمال اختراع ماشین زمان و سفر در زمان رو داره در نظر میگیره که با توجه به عدم اختراع ماشین زمان در دوره قاجار کلن این قضیه منتفی. البته حرفی بی خودم داره میزنه دیگه، چون اگه ماشین زمان اختراع بشه تو هر جا سوارشی هر جا پیادشی تو هر زمانی باشی این ماشین مال اون زمانم هست. آقا سامان تو داری رسما تئوری زمان مبدا زمان مقصد رو به تمسخر میگیری واقعا. ای بابا ول کنید دیگه. آقا شما میخواید به من کمک کنید یا نه؟ اجازه بدید. بفرمایید.
پیروز سمسام و دوله. اینا دیگه خودشونن. این ستن از اعضای هیئت مدیره کارخونه قند و شکر پیروزکوه بودن که از طریق رانت و ارتباطات نزدیک با دولت شبکه سیستماتیک پولشویی را انداختن. هر ستن در سال 1357 از کشور گریختن و دیگر از آنان خبری در دسترس نیست. ای بابا، حالا من اینجوری چجوری پیداشون کنم؟ نه اصلا نگران نباشید، اینجا آدرسش هست. من میدم خدمتتون، تشریف ببرین جلوی در کارخونه ببینین چه خبر. خلاصه من آنچه شرط ملاق است با شما گفتم، شما خواب پند گیر خواب بلال. وایسه ببینم آقا جون، من عذر میخوام، متوجه شدم چی گفتن ها، ولی عذر میخوام آقا، الان قراردادای ما کجاست؟ خدمت آقا شیبانی، املاک تو رنج. اگه خاطر مبارکتونم باشه تو دو عنوان امضا کردیم، یکی به عنوان مسکونی، یکی به عنوان تجاری. مسکونی الان پیش منه، تجاری ها خدمت خودتونه. یعنی میخوام اینجوری عرض بشم خدمتون، تو این چند وقتی که شما اینجا تشریف داری، این ما به تفاوت مسکونی و تجاری این منطقه داریم تو جیب من. ببخشید، یعنی الان شما سر ما رو کلا گذاشتید؟ خب اگه اینجوری من زنگ بزنم به پدرم بگم. نه 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 نه، اجازه بدید شما اصلا این کار عرض بندر متوجه نشید. من عرض کردم آره توجیه بده، صادقانه حرف بزنم با شما. من اومدم با شما سفره دلم رو باز بکنم، من لاپوشونی ندارم. بفرمایید. من یه ذره زبونم تند هست ولی دلم این آینه یه. آقا شما میگی من دلم مثل آینه است، یه خورده زبونم تنده، بعد میخوای سر ما رو کلا بذاری؟ من به عنوان یک فرد مسئول توی این ساختمون اجازه نمیدم یه همچی چیزی اتفاق بیفته. منم اجازه نمیدم. جناب فرد مسئول. بله. من عذرخواهی میکنم. بفهم. من میتونم به یه سری از این غلطهای نامربوطی که شما انجام میدید در واحدتون اشاره بکنم؟ آقا کلاک پاکست شاجتش به خاکه. اون مدارک جعلی که شما دارید میدید دست بچه های مردم، اون دلارها رو من اجازه دارم بهش اشاره بکنم دیگه؟ اجازه بدید من اصلا زنگ بزنم به پلیس بگم یه تو که پا تشریف بیارن؟ اجازه بدید، نیازی به زنگ نیست. اگر آقا کابوس، دوستان حضار محترم، همه شما مخاطب من هستین الا خود آقا کابوس، اگر آقا کابوس حرفی تو این ساختمون میزنه، به نظر من روی منطق و از روی فکر داره این حرفو میزنه. از نظر من اگه پولی از جیب من بره تو جیب این مرد شریف، من مشکل نرم. این از من چی شد؟ ترسیدین؟ نه یه دفعه آره، یه دفعه خیلی جا زدین. من عشقم آقا کابوسه. اجازه بدین حرفشو بزنم. مرسی بابا جون. من به عنوان مدیر این ساختمون یه حرفی بزنم پای حرفم هستم. مثل شما هم از چیزی نمیترسم. پولمونم از سر راه نیاوردیم. نمیذارم یک قرون از پولی که من دروردم و پدرم و خواهرم بره تو جیب شما. بله. بخش سرکار نگین خانم، من یه عرض خصوصی میخواستم خدمتون داشته باشم. پدر در جریان اون مراسم عروسی 3 ماه پیش هستن که شما قرار بود از خانواده عروس 10 میلیون تومان دریافت بکنید، ولی 60 میلیون تومان دریافت کرد. حالا 10 و 60 رو اینا نداره. چرا درگوشی دارین حرف میزنید؟ نه درگوشی نیستش، دارن به شیوه کار من اشاره میکنن. خب دیگه شکوفه جون ماشاءالله خیلی نبات توی دهنشون خیس میخوره و دقیق هم انتقال دادن. من دارم فکر میکنم که به هر حال اینا خانواده ان، میدونین بچه دارن، اون بچه رو همه ما دوست داریم. بله شما من واقف شدید ساختمونه. بله. حالا یه 2 قرونم از این ساختمون همجوری جاری بشه اون گوشه کنارا به خونه اینا، اشکالی نداره. نه نباید سخته. شما خواهر منه. من فقط یه مسئله رو خدمت شما عنوان بکنم خانم نگین خانم، شما اگه همین واحد رو میخواستید تشریف ببرید توی موقعیت تجاری اجاره بفرمایید، حداقل 2-3 برابر باید اجاره بها پرداخت. خوبه حالا 2-3 برابر شما. آره 2-3 برابر هم که حالا اجازه بفرمایید. بابا شلوغش نکنید دیگه. بله این بچه یه کاری کرده پشیمون شده، گذشته هم گذشته. آقا گذشته ما بخشیدیم، الان اومده بگه داستان چیه؟ آه عزیزم به ما بگو برنامه چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ اینو با بگو. آقا به حرف برسیم. ما رو چیکار کنیم؟ عرض میکنم خدمت. جناب آقای فارابی، مالی که ساختمون چیه؟ تشمیه دارن خارجیه. بله. پسرش داره میایه.
آها. الان ایشون دارن تشریف میارن، من از شما یه خواهش دارم. بله. یه سری قرارداد پیش شما هست در مقام تجاری، اونو کار بیشتر داریم. خب یه سری قرارداد پیش من هست در مقام مسکونی، ما باید به اونا استناد بکنیم. یعنی ایشون که الان تشریف آوردن، ما استناد میکنیم به قرارداد مسکونی. یعنی ایشون نباید مرتفت بشه که شما کار تجاری دارید اینجا انجام میدید. والسلام. کن ببینم یعنی چی؟ یعنی این که ما باید وانمود بکنیم که ایشون وقتی میاد نفهمه که ما اینجا دفتر داریم؟ یعنی چی؟ دقیقا همین، من همین خواسته را از شما دارم. عجب روباه مکاری هستی تو. روباه مکارم، بعد شما مدرک جعلی دانشگاه هوایی با اون دلارا رو میده به بچه. آقا من خرس قهوه‌ای. نه آخه من خرس قهوه‌ای. پس دهنت ببند، سکوت اختیار کن. چش طرف پسر صابخونه است، تو منو وادار میکنی که وقتی اومد جلوش واستم بر بهش نگاه کنم، بهش دروغ بگم، محال این کار بکنم. تا حالا هم کردم، کوتاه اومدم لطف کردم. اگه بیاد همه رو بهش میگم، تمام این قضایا رو بهش میگم که تو چیکار کردی بابا جوهر. فکر کردی؟ خب من خیلی عذرخواهی میکنم از حضورتون. سرکار نگین خانم، ببینید شکوف خانم یکی دو تا مسئله دیگه هم به من خیلی خوب شکوفه خانم، شکوفه خانم یه دقیقه اجازه بدیم من و بابام صحبت کنم. بابا جا یه دقیقه بیا، به منظر میخوام ببخشید از جا. چه میخوام بگیم؟ یه دقیقه اجازه بدیم. پس پاشیم زود بریم تابلوها رو جمع کنیم، ایشون بیا تابلوها رو ببینی هممون لو میریم. حواستو باشه، من رفتم. ببخش چی گفتیم به باباتون چه سری قبول کرد؟ یه چی دیگه مجبور شدم بهش بگم که خانم دکتر من این دختر الان زنگ میزنم بیاد سراغه. ترسیده برم پیشش. همه این چیزا زیر سر شما. شما خواهد مایید. خب به سلامتی. بله آقا پرویز که رضایت کامل داشتن مشکلی نیست. من میخوام خیالم از بابت شما و اخویتونم راحت باشه. بله ببینید شما هم توقع اینو دارم که اشاره نکنید که شما اینجا کار تجاری انجام میدید. ولی من کاملا میخوام اشاره کنم به خاطر اینکه اینجا دفتر کار من و سامانه. من اینو میخوام چیکار کنی؟ عرض میکنم. بله. تا الان هم اگر من چیزی نگفتم به حرمت بزرگتره جمع بود. خواهش میکنم. نه این که دیگه بالاخره دفتر کارشونه، حق دارند. من اینو میخوام بدونم. بله. شما مگر غیر از این است که شبنده روز شما الان توی ساختمون کار میکنید؟ بله بله کار میکنه. مگر غیر از این است که شما از خواب و خوراکتون حاضرید بزنید که به کارتون بپردازید؟ بله چطور مگه؟ مگر غیر از این است که شما حاضرید از تمام جوانیتون به به تفریحاتتون آه. و این سنی که میتوانید بهترین ها رو درش تجربه بکنید دارید میگذرید تا به توفیقات علمی و درائج بالای تجربه برسید و به موفقیت برسید، غیر از اینه؟ بله. ولی اینا چه ربطی داره که اینجا دفتر من و سامانه؟ حالا میخوام عرض بکنم خدمت شما، پس شما چطور میتونید فضای کارتون رو از فضای زندگیتون منفک کنید؟ کار شما خانه شماست، خانه شما کار شماست، اینا در هم اقدام شده. بله دقیقا شما دارین درست میگید، ما کار و زندگیمون از هم جدا نیست. بله. پس من از شما خواهش میکنم همینو بفرمایید به پسر صابخونه، بگید ما اینجا داریم زندگی بکنیم. چشم. به آقا سامان سلام برسونه. با اجازتون. خدا نگهدار. کف کردم عجب موجود غریبی هستی تو. من موجود غریبی هستم؟ بعد وقت شما مدرک جعلی میدی دست جوون مردم، میفرستیش خارجه بدبخت بشه. اون دلارا رو من اجازه آقا بده. آقا این دلارا رو بیخیال شو، اینجا نمی میخوای دلارا رو بگی؟ اون داداشت یه لحظه رد میشد دیدی؟ من به داداشت چه حق دارم بگم؟ بابا من که اون رو 100 دلار رو دلارا به دادم. برنش برو، برنش برو، نبینم ریخته تو. اینجا زندگی میکنی، کار نمیکنی؟ ما چه زندگیمونه؟ بله ما زندگی میکنیم داداش. چون میان میخورن، میریزن، میپاشن این شوی خانم بدبخت بردن با پیسی این سرمان. خانم سلطان ما تدارک دیدین، دمتون گرم. بفرمایید داخل، منظره مسکونی خودتون.
بفرمایید. دستتون مشکل. صاحب کارم جو دم داریم. تشریف میارید؟ نه نه ببخشید من عکس نمیگیرم. خانم ما عکس میگیره. آه. کپشن شما همجور بذارم بعد دیگه. کپشن برای چی؟ کپشن سردشه تا تو واسو سردشه بریم تو. زودتر بریم تو. بریم تو با سلمان خودی. من و کاووس خان سلطان قلبت سلطانه. بله. سلطانه. نوکر. برای کامیاریای باحال خودم دوستتون دارم. آدرسو تگت کنم. آدرس کجا رو بدم؟ مال اینترنته میریم خونه بعد توضیح میدم. نه آخه بخوایی تگ کنه منو. نه تگ درد نداره؟ نه بعد توضیح. آه من آبرو دارم ولایتون نمیخواد تگ مگو برش بکنه. برش کنه دو تا مارچ بیما بده. بابا چه باله اینجا چه صفایی داره حیات و فرش و اینا. ای بابا دیگه اینجا منزل مسکونی مایه دیگه چه کنیم ظاهر باطن همینه. همه عزیزان ساکنه اینجا سکنا گزیده ایم. بله فرشا رو شستیم دم عید داریم گفتیم خوشه. دم عید کو تا دم عید حالا دم عید ما بدبخت بیچاره هست نه شما پول داره ما از برج دو که میگذره ما دیگه برای همون دم عیده. من میگم سلطانه سلطان نوکره تم سلطان بفرمایی داخل بله بفرمایی یه دقیقا سر آتیمون بذار زمین رو جلو چشی بچه نکن جلو چشی برو 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 من حساب کتاب بکنم نکن آقا نکن پدر حیوان در بردیز اون بسته رو چقدر شد؟ 30 تومن 30 تومن 30 تومن عزیز من این اجاره کردم نخریدم که میلیموزینه من 10 دقیقه دیگه باید برم شرق تهران همین زبون بسته را 20 دقیقه 50 تومن بیدد پول منه بده زود منم مترو برسم بیازم بگو خدا بده برکت چون اجازه داری؟ 30,000 تومن 5,000 تومن خیلی خوب خیلی خوب گاف داری؟ گاف هم داری گاف داری؟ بله رو گاف جبران میکنم برای یه مراسم دیگه بخوام بعده برو بعده برو ای خب زنگ بزن پا زنگ بزن برو آقا زنگ بزن زنگ بزنم برو برو آقا بیاد اینجا بایستده چه تشمیل های بردیم داخل بایستدان بیای نوکرتم نگاه کن اینا همه زنگ زده بود یعنی همه نرده ها زنگ زده بود همه رو دادم رنگ کردم از جیب خودم بله نوکرتم اینا رو همه رو میخواییم سنگا رو بریزیم پایین آجر سیسانت ببریم بالا این دیگه از جیب خودم نمیتونم لایک بخورم دستی شما درنه دارم میزنم دیگه آقا بله سلام کاخلو قندشگر اینجاست نمیدونم از کی میتونیم بپرسیم بیا سلام یه دقیقه بله بیا از این آقا بپرسیم بله آقایم با کی کار دارن؟ سلام علیکم سلام بفرمایید کارخونه قندشگر پیروزکو اینجاست آره قدیما بوده چطور مگه؟ ایشون پدر مادرشو گم کرده داره دنبال اونا میگرده تو قندشگر پیروزکو؟ نه تو این کارخونه کار میکردن من اصلا ندیدمشون مادم ببینم میتونم ازشون چیزی پیدا کنم اون کارخونه دیگه خراب شده الان یه کارخونه دیگه است ببخشید آقای نگهبان شما میدونین وقتی که اعتبار پیشین این کارخونه منقضی شده انسانها و رؤوس این مجموعه چه سرنوشتی براشون حادث شده؟ این چی میگه؟ میگه میدونی صاحباش کجان؟ صاحبای کارخونه به خاطر زده بندی مانی اول انقلاب فلنگو بستن الان یا شد یه کارخونه دیگه نمیدونید کجا میشه پیداشون کرد؟ اون مال خیلی وقت پیشه من که یادم نمیاد چرا؟ یه عمو نوروز داشتیم اون قدیما اینجا کار میکرده خب خوبه دیگه این عمو نوروز میتونه بهمون کمک کنه عمو نوروز داگرتو معرفه هر اطلاعاتی که بخوام بهت میده خب چجوری میتونیم پیداش کنی؟ خونش همین بغله ولی مسئلهش خیلی سخته دیگه همین بغل چه سختی یه دیگه میریم دیگه آره میریم اتفاق من الان شیفتم تموم میشه با هم میریم ولی خب مسئلهش خیلی سختی یه سختی نداره که باید پدرم آدم هم پیدا کنم باشه بریم سخته
سخته. آه فهمیدم. سخته. نمیتونه بیاد، یه چیزی رفته تو چششه اینجوری میکنه. ای بابا شما چقدر نابغه، یه پول چای به ما بدین دیگه. البته من نابغم، ایشون سطح متوسط محسوب میشن. از اولش بگین دیگه. کمه؟ باید پیاده بریم فکر کنم. خیلی ممنون، دست درد نکنه. من برم لباسم عوض کنم بریم. باور کن چقدر دلم براش تنگ شده. یعنی من یاد این خاطره هر وقت میافتم با حبیبه اصلا این دلم میره برای آنش این جور منه. یعنی اینقدر من دلتنگ شده. حالشون خوبه؟ خوبه. آره سلام هم رسونده. بله چی کاره یه الان چی کار میکنی؟ ما چه الان بابا بدبختیم، ما اینجا اصلا همش کاره، قصد سنگین کار اینجا میدونی ساختمون ها چون واحدا مسکونیه اینجا، اینجا کار سنگین تر میشه. یعنی اگه اینجا مثلا تجاری بود اینقدر کار من سنگینه، مسکونی که میشه کار بارش خیلی هم. یعنی همه کار رو اختصار منو بینه واقع مرد زحمت کشی ها. ای والله کابوس چون اینجا استخر داره؟ بله یه دونه هست سر کوچه، خیلی هم خلوته. نه توی ساختمون منظورمه. مردر بله داره تو واحد ما یه دونه هست. آقدرت میره یه تشت سرخ داریم ما تو همون این دوشو باز میکنیم رو سر بچه. بله من حالا اگه شما قابل بدونید که من تمیزش میکنم جاشون میشه. بله جاشون میشه. بله جاشون میشه. بله یه سایز باید باشه ما قضا. بله به قابلتون نداره گرفتم اونا. نه بابا بله خواهش میکنم. دیوارا اینجا چجوریه؟ چجوریه؟ سر صدا رد میکنه؟ بله بله کاملا خیالتون راحت. ما یه زمان با این همسایه بغلیمون که هستن ما یه برنامه مشترکی داریم نگاه میکنیم یه کانالو، تصویر ما استفاده میکنیم، صدا از اونها استفاده میشه. ما صدا رو اسراف نمیکنیم. اون وقت جیم چی؟ جیم داره اینجا؟ بنابر خدا. نه آقا این چه حرفی شما میفرمایید؟ ما اینجا فقط تلویزیون ایران نگاه میکنیم. بله. ببخشید کارتون چیه شما؟ فیتنس. فیتنس. آها. بدون شناسه فیتنس. فیتنس. فیتنس من یه جیم کوچیک دارم. اونجا هم مربی فیتنس هم. هم گهگداری ساپلامنت و اینجور چیزا میفروشم. ساپلامنت میفروشم. من الان دقیق کاملا متوجه نشدم این ساپلامنت. هیچی باشگاه بدنسازی دارم. ساندویچ. حالا 20 سال پیش. ساپلامنت میای جیم پیش من. اونجا هیکل میکنه تو ردیف میکنم رو فرم. نه من هیکلم چه بخوام رو فرم بیام. خوبه یا شکم میکم داری آبش میکنی. عزیز من مرد باید یه پرشکمو داشته باشه بالاخره. اینجا چند واحده؟ اینجا دقیقا پنج واحده. پنج واحده مسکونیه. یعنی پنج واحده که همم یه سری سکنه هستن که اومدن در استوکنا گذیدن. بله. کاملا مسکونی. یه تک واحد هم هست اگه خاطرتون باشه اون بالا که وسایل آره. پدر هست درش، اونو مثل قلفش کردیم که یه موقع خدا نکرده خلدی به وجود نیاد درش. بله بله منم هم شاهدم همش مسکونیه. میگم شام چی میل داری؟ دست شما درد نکنه، من با دوستان قرار دارم با رفقا شام. پس من بیشتر از این مزاحمشون نباشیم. بله. اگه شما موافقید فقط سریعتر بریم این پنج تا قرارداد رو تمدید بکنیم که من تعهدی که خدمت ابوی کردم یه موقع درش مشکل به وجود نیاید. به سلامتی ان شاء الله. سلامت باشی. بعد دعوت شیرین کن بخور. گذرارم بکویم. سلام نوروز. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. از ایشون مد بپرسیم؟ فکر کنم. یه ذره پیر نیست؟ میشه بپرسیم که چند تا کارگر اونجا کار میکردن کیا بودن؟ الان این بول حرف میزنه. اما نوروز یادته که تو کارخونه قند شکر پیروز چند تا کارگر کار میکردن؟ نه والا یاد نیست؟ 400 تا کار میکردن، 200 شیفتشون عوض میشون ها؟ نه یادم نمیاد. پس 400 تا کارگر داشت. بعد ایشون خودشون شغلشون چی بود بپرسین ازشون اگه ممکنه؟ الان میپرسن. اما نوروز یادته که تو کارهای حسابداری و بیمه کارگر رو انجام میدادی ها؟ نه یادم نمیاد. بپرسین لیست چیزی ندارن؟ اما نوروز یادت یه دفترش به هم دادی گفتی خیلی مهمه این لیست بیمه کارگر از گم نشه پیشم باشه ها؟ یادت یه دفعه میان دنبال حقوقش یادی هست یا نه؟ نه والا. اما نوروز این دفترچه چه این یادت نیست؟ نمیدونم آقا. ببین تو این لیستشون کسی به اسم بیگی هستش؟ اما نوروز تو این لیست فامیلی به اسم بیگی داری؟ نه نمیدونم. اما نوروز 100 تومن شیرینی میخواد. که اصلا چیزی نگفت. چرا؟ اون میگه ولی شما متوجه نمیشی. محبت میکنی؟ نداری؟ من باید پیاده بریم چون منم 50 تومن بیشتر ندارم. همین خوبه راضیش میکنم حرف بزنم. شده همون نوروز تو این لیست
بیگی نداریم نه؟ بیگی؟ نداریم. مطمئنی؟ آره مطمئنم، 100%. اما نوروز همه چیز یادشه. شما به حافظه اما نوروز شک داریم؟ خب الان یعنی چی؟ یعنی که بیگی نداریم. ببین چیکار کنیم؟ ببین میخوایم اکثر رو نشون بده. پدر جان این عکس رو ببینید، این آقای بیگیه، میشناسین؟ اینجوری نمیشه، بده من الان متوجه. اما نوروز اینو میشناسی؟ اردشیر نیلی؟ دیگه اردشیر نیلیه جان؟ نه این عکس اردشیر نیلیه. یعنی؟ آره دیگه اردشیر نیلیه. بیگی نیست یعنی؟ نه این مطمئنه، میگه مطمئنم، تأکید داره که این اردشیر نیلیه، میشناختش، رفیقش بوده. آره او اینسا چیزی نگفت. چرا این خیلی حرف میزنه ولی شما متوجه نمیشید. آقا الان کجاست؟ بپرسین الان کجاست اردشیر نیلی؟ میگه همون موقع ها میدیدمش، الان سالاست که خبر ندارم ازش. بابا این اصلا حرفی نزد. آقا اون عکس منو بدین لطفا. بفهم دست شما درد نکنه. خیلی هم خدا حافظ. خداوند این چاره بایست همینه. در هر صورت لطف کنیم بدین این قرارداد و پدر محترمتون امضا کنه. چش، فقط من بازم تاکید میکنم که اینجا محل زندگی ماست و من و برادرم با کارمون زندگی میکنیم. بله بله متوجه شدن دیگه، ظاهر باطن اینجا مسکونیه دیگه، اینجا بله. اصلا این در دفتر میتونه باشه، در واحد مسکونیه. بله متوجه شدن. ببخشید شغل شما و برادرتون چیه؟ بله ما قراره با حفظ ساختار ماهوی کهن‌الگوهای بومی و توجه نسبت به شناسه‌های فرهنگی و نوستالژیک نهادینه شده در ضمیر حافظه تاریخی و البته با ایجاد دگردیسی در ساختار شکلی بر اساس المان‌های بصری امروزی یک محصول فرهنگی تجاری رو به مرحله تولید برسونیم. بله یعنی مسکونیه اینجا. خیلی جالبه، ما اصلا یه جورای همکار در اومدیم. منم روی المان‌های بصری کار می‌کنم، من یه باشگاه فیتنس دارم و باشگاه فیتنس هم بصری محسوب میشه. بله 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 دیگه. خب شما بفرمایید داخل سرما نخورید، ما اگه موافقید بریم وارد مسکونی آقا بیگی تندید کنیم. بله سلام برسیم خدمت شما. خدا نگهدار. اینجا اسم دانشگاهشو نوشته بودم اما حالا مهم نیست. ببین عزیزم شما به هر حال یک مدرک دانشگاهی میخوای که معتبر باشه، تو رو سهیل معرفی کرده، نمیتونم از این مدارک کپی پیستی بدم. بالاخره شما میخواییم به مراجع بالاتر برید و تحصیلاتتون قابل رویت باشه. یه دونه این لیسانسای دورتلایی بهت میدم. خوب شما اگر بری به گردی دانشگاهشو پیدا کنی و وجود داشته باشه، لیسانسی که ما به شما دادیم اصله، فقط باید خود خرج کنی. اگر بشه یه خود تخفیف به من بدید ممنونتون میشم. ببین شما الان با این حرفت داری به من توهین میکنی، چون آشنای سهیلی پنجاش هم شما نده، ولی اگر بیشتر از من تخفیف بخوای اون وقت به من بر میخوره. نه من که حالا قصد توهین نداشتم. نداری ولی داری توهین میکنی. پنجاش هم نده. قبوله؟ باشه مشکلی ندارم. حل شماره ملی 331. خب 108 چقدرم قیافت به لیسانس ها میاد. خب مرسی لطف داری شما. 344 نام پدر جعفر. بله فرهاد. آقا و سلام. سلام عزیزم چطوری؟ آقا ما با آقا کامیار خدمت رسیدیم، پسر آقا فارابی، بابت تمدید قرارداد باید مسکونی شما. گرفتم یه چند دقیقه طول میکشه، الان میام خدمتتون ردیف شه. فهمیدم. پاشو ببین اینجا بعدشو باید حتما گوش بدی که راحت مداره که لیسانس تو بدم بغلت بری. اون پنجارم نمیخواد اصلا، من یه 100 تومن به تخفیف میدم. فقط یه چیزی ببین کن، شما از الان به بعد اینجا آبستن حوادثه، خونت پای خودته، بیا این پشت بشین بلندم نشو. الان میام آقا کاووس. اینجا بشین. بالا نمیای. بالا نمیای تا من بهت گفتم. اومدم. بیرون نمیای یا؟ باشه چشم. صدا در بیاد کشتمت. چشم. دیپلمم بهت نمیدم. دوشه چشم. آ
آقا کابوس در رو هول بدی باز میشه. بله بله خیلی من بفرما آقا کامیار بفرما داداش بفرما آقا کامیار بله بله آقا فارابی خوبی مفلسین آقا چیز جمع نکنی رخت خواب چی جمع نکنی بله میزی بشه آقا سرما خورده تفره یه چند وقتی به جا خوابیده بله من دیگه افتادم اینجا آقا فارابی خوبی آقا کابوس یه خبر میدادی آقا فارابی بیاد ما زود جمع و جور و فلان مثل یه گوسفندی چیزی واسه بالاخره آقا فارابی تشبه بردن دیگه چسبیده اما من دیگه گفت بیریا بیای ببخشید بابا خوبه آقا فارابی ما هم زیاد مزاحمت نمیشیم اومدیم یه صحبتی بکنیم چه خبر تنهایی اینجا شما من تو واده مسکونیمون نه تنها نیستم من خودم تو واده مسکونیمونم با داداشم که تو واده مسکونیمونیم بسه بله یعنی شما فرد دهنت میوهی خواه بله داداشم شاعره منم که به بست علم و دانش تو جامعه کمک میکنم بله و چه خوب چیکار میکنی؟ شاعره داداشم خب نه داداشتون نه چیکار شما چیکار میکنی؟ کار شعر رو اینا میکنه داداشم نه خودتو میگم چیکار میکنی؟ بله من هرچی که بار بخوره دیگه مشاوره پایان نامه میدیم تبادلات فرهنگی بر پایه ارزی دلار جامعه هم انجام میدم فرهیخته شما هم سلطانی همه سلطان همه فرهیختن اینجا دمتون گرم خیلی حال کردن شما. همه با عشقی قربونه شما برم مخلص شما سر خود ما اینجا حسیم شما سر بخوردی ما سر نخوردیم این بقیه نه من که دیگه روزای اول رو گذروندم دو روز سه روز از سر مخوردگی بگذره نمیگیرم نه خیالت راحت باشه بله خونمونم مسکونیه کارمونم فرهنگیه کاری هم به کار کسی نداریم منو داشتم دوتایی این کیه؟ من فرهاد بیگی نه بازی من میگم این کیه؟ شروین پسر خالمه شروین پسر خالم آقا فارابی زیر میز میشینه به موقعش بلند میشه قرصامو میده پسر خاله خوردم قرصامو نگران نباش خاله کو میخوای این پسر خاله تو من دستش بگیرم ببرم بیرون یه تایی بدم تا شما این قرارداد اینجا رو مینویسی آره اگه زحمتی نیست اینجا رو هم نشونش بده بیا. دست در نکنه آقا کوز برو بسر خاله پیش شهور چرا میای بیرون ببین اینجا بیرون برو شبین برو پسر خالت بوداره؟ بله بدو بیا میرم سلام خسته نباشید از طرف آقای هوشی اومدم بله خوب گفتم آقای بیگی کار مدرک و پایان‌نامه انجام میدن بله درست اومده فقط ایشون خیلی الان سرشون شلوغه شما تشبیه اتاق انتظار تشبیه فرمایید من راهنمایی کنم بفرمایید خانم بفرمایید بله نگه خواهد تشبیه این عزیزا باید تشبیه را اتاق انتظار آفیس من که اتاق انتظار نیست کجا رو میگی؟ خانم پسر آقای فارابی تشبیه بردن آه بله گرفتم بفرمایید نگه خانم ببخشید مزاحم شدم بنده به اتفاق پسر آقای فارابی داریم میرسیم خدمتون بله با اجازه گلدونان مراقبت فرمودیم آره دست درمت دیگه بفرمایید یه چایی هم پهلو پیش بابا اول پنجرایی میشه بفرمایید خودش میگم بفرمایید برق میزنه اینا هم که بله اونا همه بندکشی شده جداگانه بفرمایید خواهش میکنم ملاحظه بفرمایید از زیر سقف همه برق میزنه دیگه سخته دیگه اینجا سخت شد سلام خوب هستیم بابا خوبم گفتم که آرامش حکم فرما شده نگو خانواده فارابی کشم بفرمایید بابا خوب هستم قربونه شما خوبه سلام داره کجا آقا بفرمایید سلام آقا شما سلام ببخشید ما اومدیم دفتر سروساز واسه انجام کارهای عروسیمون به به مبارک باشه درست تشریف آوردید خیلی هم خوش اومدید فقط الان سرش شلوغه تشریف بیارید اتاق انتظار بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید
کامیار. میبینی اینجا چقدر مسکونیه، چقدر زندگی در اشتر جریانه. میبینی دمت گرم، واقعا حال کردم. خیلی ساختمونه با عشقه. منتها کابوس شد بعضی از واحدا شبیه دفتره، مسکونی نیست. دفتر؟ نگو این حرفو، این حرفو نزدن به مرد مخوره. جدی دارم میگه ما، یعنی تو فکر کن من بخوام یه همچین مجتمع مسکونی رو مثلا اجاره مثلا تجاری بگیرم، اصلا نگو این حرفو به مرد مخوره. جدی دارم میگم، قلبم میشکنه. سلطان منه، قربون اون قلبه. نوکه دارم، مرد مخوره. نه، شوخی کردی بام، نه؟ الان شوخی کردی. شوخی شوخی بابا. بچه ها آمدن. سلام خانم هستن، همسایه چفت به چفت ما هست. خوشبختم دقل ما. منم خوشبختم. این مرداد، این طبق بالاییمون، داداش فرهاد. بله خوشبختم آقا. سلام باشی. ایشون هم آقا کامیار هستن، پسر صابخونه مجتمع مسکنیمون، پسر آقا فارابی. خوشبختن. خوبی شما؟ خب چه تو حیات تشریف بیارید منزل ما؟ نه بابا دیگه، سه طبقه بیان بالا چیکار، همینجا بیاین دفتر ما. دفتر دارین اینجا؟ بله دیگه، اینجا دفتر ماست، اینجا دفتر آقا پرویزه، بالا هم همینجایی که مرتاد گفت دفتر خونه اینا. سه دفتر خونه نه، نصفش دفتر نصفش خونه است. بله دو واحدم که مسکونیه دیگه، آقا کابوسن و اینجا و آقا پرویز، دوباره همون نصفه. شما بفرمایید، من با کابوس کار دارم. خیلی خوشحال شدم. در هر صورت سوالی بود من در خدمتم. تشریف بیارید. ببخشید. آقا کابوس خداحافظ. خدا نگهدار. همه ای باید داره تجاری اجاره دادی؟ آره همه رو. وقت اجاره مسکونی به بابا میدادی؟ آره. تو بچه زرنگی هستی. کابوس میدونی اگه بابا بفهمه چی میشه؟ شما دیگه امینش نیستی. از وکالتتون نسبت به این ساختمونم عزل میشی. خیلی بد میشه، سخت میشه، مثل ماجرا به هم میتوبه. به بابات میگی؟ آره نه نمیگه. میگی من اینجا رو تجاری اجاره دادم؟ نه نمیگه. یعنی حتی نمیگی من ما به ازای مسکونی و تجاری داشتی میذاشتم جیب خودم؟ نه دایی نوشه جونت دیگه، گذاشتی جیبه چی کاریه؟ چقدر؟ 70%، 70-30. زیاده. 60-40. در عوض گاهی اوقات هم میخوام برم تو اون واحده که بابا اساس گذاشته. بابا هم نمیفهمه. ها؟ 50%. بابات هیچی نمیفهمه. شارژم هم میگیرم میزنم جیبم. قبول. دهنت هم که قرص. فعلا آره. دهن تو چی؟ فعلا آره. زدی زیرش دیگه. با دستکش رسمیت پیدا نمیکنه. سلطان منی تو. سلفی بسه کامیاریاره با حال خود. اینجا رو ببین دیگه، اینجا نگاه، این هست، اینو بیار، اینو بیار بالا. دوستتون داریم نوی؟ آه